پاکستان زخم ناسور، همسایه نیک و یا گرگ در لباس میش. افغانستان از بحر راکت پراکنی های اخیر پاکستان در خاک افغانستان به سازمان ملل شکایت کرد. منابع میگویند که سرپرست وزارت خارجه افغانستان در یک نشست سری با مجلس نمایندگان و رؤسای کمیسیون های این مجلس از پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت کرده است. این منابع همچنان افزودند که در این نشست یک هیئت نیز برای بررسی حمله های اخیر نیروهای پاکستانی در خاک افغانستان به ولایت کنر فرستاده شده است. در همین حال مقام ها در شرق کشور گفتند که نظامیان پاکستانی در ولسوالی دربابای ولایت کنر دروازه مرزی ایجاد کردند. در مقابل حکومت افغانستان چندین بار به سفارت افغانستان در کابل شکایت درج کرده است، شکایتی که بیشترینه آن را به عنوان اوج ضعف و بیچارگی حکومت افغانستان می دانند. چند پرسش: طالب ها ادعا می کنند که 70% خاک افغانستان در اختیار آنهاست. پاکستان هم سال هاست که نقاط مرزی افغانستان را مورد اهداف راکتی قرار می ده و در این زمان حرف اول و آخر را در این سرزمین کشورهای منطقه و جهان که شماری از آنها کاملا مشخص است میگن. واقعا حاکمیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در کجاست؟ در برنامه امروز خط کابل با مهمانانم بحث میکنیم. سلام و وقت بخیر، من محمد ایوب نسیمی هستم. در برنامه امروز خط کابل مهمانانم در برنامه امروز جناب آقای وحید غازی خیل، آگاه امور سیاسی، و همچنان جناب آقای سردار محمد همدرد، معاون پیشین والی هلمند، که تا لحظات دیگر با ما خواهند بود. بسیار تشکر غازی خیل صاحب از حضورتان در برنامه امروز خط کابل. واقعا پاکستان با این حمله های اخیر که تلفاتش کاملا مشخص است، تعداد زیادی از هموطنان ما کشته و زخمی شدن، در افغانستان به دنبال چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه له دعوت نم. سلام. دواړه خواوې دا کوي چې یو بل خوانه په یو بل باندې ډزې شوي دي. فرضاً افغانستان وایي چې دې خواته یولس کسه تقریبا شهیدان شوي دي، یولس زخمیان دي، اووه شهیدان دي، او راکټونه د پاکستان له خوا نه راغلي. پاکستان وایي چې د کونړ نه ورته مومند ته او باجوړ ته کګۍ کلي ته هلته یې ځینې کسان هم شهیدان کړي، هغوی وایي او کلی هم وران کړي دي. د دواړو خواو نه ادعا کیږي. ولې څرنګه چې تاسو آنچه که مشهود است غازی خیل صاحب، آنچه که مشهود است در کنر، ما شما سال هاست که شاید هستیم حملات راکتی و حتی توپخانه‌ای صورت میگیره. این بسیار مشخص و روشن است. فرق میکنه با او تلفاتی را که پاکستان داعش را میکنه، او کاملا مشهود نیست. اینجا یک تفاوت وجود داره. د سیده چې اوس خود رؤسا او کمیټي کمه جرګه چې وه د ولسي جرګې د افغانستان لوی درستیز ویل او تاسو ویل چې دوی یو هیئت لیږلی دی کونړ ته چې د سیمې نه معلومات ورته ورکړي او د معلوماتو په اساس باندې دوی بیا هغه وکړي. یو بل د افغانستان خارجه وزیر، سرپرست خارجه وزیر ښاغلي اتمر ویلې چې اوس اوربند شوی دی. اوربند یعنی په دې معنی چې د دواړو خواو نه فایرنګ شوی دی، د دې خوا نه هم شوی دی، هغې خوا نه هم اوربند شوی دی، او دواړو لورو په یو شي باندې توافق کړی چې یو ګډه غونډه به جوړوي. البته یک چیزی که هم که اینجا قابل بحث است ایست که در هر مورد در افغانستان یک هیئت اعزام میشه. بله. که نتایج تحقیقات هیئت معمولا یا مورد پذیرش نمی باشه یا اصلا مبهم می باشه. چقدر حالا میشه اطمینان کرد برای بالای نتایج و پیامدهای تحقیقاتی هیئتی که به کنر فرستاده شده؟ خواست چه تحقیقاتونه که معلوماتونه که څنګه فیصله کوي؟ نو اول به معلومات کوي، سیمه ته بزی معلومات به کوي چې څنګه دا بریچ شوی دی، په کوم ځای کې شوی دی، ولې شوی دی، دې خوانه کوم ځای ولې شوی دی، د هغې خوانه ولې شوی دی، څومره تلفات واقعا لري، او بیا به یو تفاهم باندې یو غونډه سره جوړیږي. دې خوا ته بیا به د پاکستانی لوري سره دواړه کینی او بیا به دغه مشکل حل کوي. خو تر هغې پورې چې معلومات ترلاسه نه شي نو سړی عکس العمل نه شي ښودلی. دا ډېر ښه دی چې هیئت لاړ شي، معلومات راټول کړي چې مشکل څه کې دی. در گذشته هم یک چنین مسائل پیش آمده. بله. یعنی اگر محاسبه شود هزارها راکت به خاک افغانستان بله. از سوی پاکستان
پرتاب شده طبیعتاً و هیئت های هم فرستاده شده، شکایت های هم بارها در سازمان ملل صورت گرفته و حتی به سفیر پاکستان در کابل شکایت های صورت گرفته، اما نتایج ملموس و در خور توجه نداشته. واقعاً چه راهکاری باید در پیش گرفته شود که ما از یک چنین مسئله و یک چنین پیش آمده بسیار به اصطلاح غمگینانه و در عین زمان ناراحت کننده جلوگیری بکنیم؟ خود مشکل اصلی چیر تده کمی خواهد تده چی مشکل پیدا نشی او دا حکومتون و دا مطبوعات و وظیفه دا و دیره دا حکومت با پدی بانی پویگی لکه تاس چی ویلی دا اول زل نده چی دا غلطه دسی مشکل پیخیگی دی نمخ کم دا غسی مشکلات پیخ شوی دی بیا غلی شوی دی ولی دا مشکل پیخیگی ولی دا فایرنگ دا دوار و خواه نکیگی دا اصلی مشکل باید پیدا شی چه خبره دا پا کنر که چه دا راکیتون آل تراوریگی او کسان پا که زخمیانیگی یو قوم اوسیگی دوار خواتا ها خواه دی خواتا نو دا اصلی مشکل چه پیدا نشی او متاسفانه چه دا ولس سر دوی نشریکی حکومت درست. اما یک چیزی که بسیار مشخص است و تا یک حدی میتونیم نتایج تحقیقاتی که در گذشته صورت گرفته او را بدانیم است که پاکستان همواره در مسئله افغانستان به دنبال منافع خودش است و در بسیاری ها معتقد هستند که منافع پاکستان در زد و بندها، در ناامنی ها، در قتل و کشتاری که در افغانستان صورت میگیره است. چقدر شما با این دیدگاه موافق هستید؟ د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی. د پاکستان اقتصاد د سینې لکه د ترکیه لکه د نوري دنیا لکه د امریکای لکه د برتانیي د سی اقتصاد نه دی او دلته چې جنگ پیخیږي اول مهاجر پاکستان دویم ایران ته ځي او دا هلته په دوی باندې بوچوي نو یو باثبات افغانستان د پاکستان د منطقې په فایده باندې دی. تجارت یې ورسره ښه وي، راکړه ورکړه یې ورسره ښه وي. پاکستان افغانستان ته 4 میلیاردو پورې ډالرو پورې صادرات لري او د افغانستان لاره د ترانزیت لپاره منظري اسیا لپاره کاری. نو زه فکر کوم یو باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه باندې دی. اما بسیاری ها میگن که در بخشی از بی‌ثباتی در افغانستان پاکستان نقش بسیار مرکزی و در عین زمان مهم را بازی میکنه. زمونږ یو لوی ستونزه داره چې موږ په امریکا م انتقاد کوو چې امریکا په افغانستان کې سوله نغړي اوس خاص استازی ټاکلی دی. پاکستان، ایران، چین، روس، امریکا ټول غواړي چې په افغانستان کې سوله ولی موږ بیا هم انتقاد کوو د شک په سترګه ګورو. اما در عمل غازی خیل صاحب در عمل چیز دیگه است. حرف و شعار که کاملا مشخص است، همگی صلح میخواین، همگی آرامش میخواین، همگی میخواین که افغانستان باثبات که به نفع کل منطقه و جهان است باشه، اما در عمل چیز دیگه است. بارها شما شاهد بودین که مرز افغانستان و پاکستان از سوی پاکستانی ها بسته شد و اینجا بحث اقتصادی که بخش کلانش وابسته به پاکستان است بسیار شدیدتر شد، مردم در فقر بیشتری با سر بردن و به همین ترتیب حملات انتحاری که صورت گرفت، درگیری های صورت گرفت و در تازه ترین مورد همین بحثی که بیشتر مطرح کردیم. افغانستان هر چوک و خپلی منا ملی منافع لری او پاکستان هم خپلی ملی منافع لری، ایران، امریکا ټول ملی منافع خپلی لری او افغانستان هم خپلی ملی منافع لري. سوله د افغانستان ضرورت دی. په جنگ کې افغانان ژوند له لاسه ورکوي. د افغانستان خلک خپل کلی، کور، شفاخانه، ښوونځی دا پکې ورانیږي. بس هم همی است که چرا کشورها به دنبال جنگ هستند، به دنبال بدبختی مردم ما هستند؟ اجازه را که دا د حکومتونو وظیفه ده چې د سیاستونو ښکار نشي د نورې دنیا. تاسو پوهیږئ ایران، امریکا، روس، امریکا، پاکستان او هند دا دښمنان دي. ولی من څنګه کولی شو چې افغانستان د تقابل له مرکز نه راوباسو، د همکاری په یو مرکز باندې تبدیل کو؟ دا د حکومت وظیفه ده، ځکه هر هیواد به کوشش کوي چې په افغانستان کې د دوی ملي منافع تامین شي. خو من څنګه کولی شو چې د دوی د ملي منافع سره ځان همغږی کو، همکاري داسې وکړو چې سوله په افغانستان کې راشي؟ بسیار تشکر. سر مسائل دیگه هم بحث خواهیم کرد. حالا میان برنامه کوتاه. و ادامه خط کابل از خورشید خوش آمدید. غازی خیل صاحب، هر باری که یک حادثه پیش می آید، یک رویداد امنیتی پیش می آید و تعدادی از هموطنان بیگناه مادر او کشته و زخمی می شن، دولت افغانستان از یک موقف بسیار ضعیف در برابر زو برخورد می کنه، یک موقف بسیار ضعیف را اختیار می کنه. به طور مثال همزمان با حملات راکتی پاکستان در مرز افغانستان در ولایت کنر، وزارت خارجه افغانستان با سفارت پاکستان تماس میگیره و اعتراض خود را مطرح میسازه، در حالی که در کوچکترین مسائل مربوط به پاکستان که منشأش مثلا در افغانستان خوانده میشه، سفیر افغانستان در وزارت خارجه پاکستان احضار میشه و با بسیار شدت و با بسیار جدیت
ازش پرسیده میشه که چرا چون این چیز اتفاق افتاده و چرا باید چون این شوه. چرا یک موقف ضعیف را ما همیشه اختیار میکنیم واقعا؟ ده هر حیوات خارجی سیاست ده داخلی سیاست په اساس جوړیږي، په بنیاد جوړیږي. متاسفانه زمونږ داخلی سیاست ډیر زیات خراب دی. داخلی مشکلات طالبانو سره نه خبري، بندیان نه خلاصول، ډاکټر عبدالله سره توافق کول او بیا په غیبا نه عمل کول په هغه یو مشکل. نو د ګاونډیانو سره خراب روابط، په منطقه کې روابط خراب، د دنیا سره رابطه خراب، له امریکا سره موږ ډیر ضعیفه یو. او دا تمام مکوي چې کله د هند او چین ترمنځ په سرحد باندې جنجال او هم یو بل باندې خو ډیپلوماټیکو لارو نه مشکل حل ک، زمونږ هم د پاکستان سره یا د ایران سره نورو سره چې مشکلات راځي طبعا دوه ګاونډیان دي، دا مشکلات پر راځي، باید د ډیپلوماټیکو لارو نه حل کو. موږ باید د نورو هیوادونو د سیاستونو ښکار نشو، قرباني نشو. موږ خپلې ملي منافع لرو. موږ ته باید دا مهمه وي چې موږ له چا سره ډیر تجارت لرو، چیرته ډیر مهاجرین لرو، زمونږ خلک ډیر چیرته زیر ازی. درست همین بحث ضعفی را که شما هم به یک نحو غیر مستقیم مطرح میکنین در دستگاه دیپلماسی افغانستان و روابط خرابی که با کشورهای همسایه وجود داره، منشأ و ریشیش در کجا است؟ خب ما پیشتر گفتیم که اصلا حکومت در حکومتداری، در سیاست داخلی، در سیاست خارجی خود بسیار پسمانده. مثلا توافق صورت گرفته امریکا و طالبا که 5000 بندی رها شوه، 4600ش اعلام میکنه، 600 اعلام نمیشه. چرا اعلام نمیشه؟ یک مشکل امرای دکتر سیب عبدالله، مشکلات دیگه امرای همسایه ها. مثلا رئیس جمهور ما میگفتن که آب سر ایران بند میکنیم. آب قانونی است، هیچ دنیا آب سر دیگه کشور بند کده نمیتونه. بند برش ساخته میتونه، زمینشان آب کده میتونه، ولی آب خو کسی بند کده نمیتونه. به دیگه کسی خو قوانین بین المللی است. امرای پاکستان هم طرف مقابل مثلا پاکستان همواره مرز را بند میکنه، در حالی که بر اساس روابط بین الملل، بر اساس قوانین بین المللی تجارتی، یک چنین حقی را نداره. چرا؟ هیچ کشور حق نداره. افغانستان مهاد به خوشکس، افغانستان عضویت دبلیو تی او را داره، پاکستان هم داره. افغانستان میتونه از رای آب، از رای سرک پاکستان استفاده کنند. ما بودیم که دلیزای هوایی را جور کردیم، بسیار قیمت برای ما تمام شد، سبسایدی برایشان دادیم. ما یک کشور غریب هستیم، چرا از رای دلیزای هوایی استفاده کنیم؟ از رای پاکستان چرا استفاده نمی کنیم؟ وقتی اما دلیزای هوایی به یک نحو، یک راه بر استقلالیت و بر مستقل شدن عرصه‌های تجارتی افغانستان نه، ما با این موافق نیست. به خاطر نیست که ما در این تجربه داریم چقدر تو از رای دالیز، هوایی استفاده کرده میتونی، چقدر اموال تو صادر کرده میتونی. در کل دنیا آمریکا اولین ترین اقتصاد در دنیا داره، اونا از رای آب، دوم از رای ترن، سوم از رای ترک، چهارم از رای هوا. هیچ کشوری از رای هوا صادرات واردات نمیداشته باشن. پاکستان هیچ وقت نمیتونن به دروازه خود بسته کنه به افغانستان، آب خود، بندر خود بسته کنه به روی افغانستان. اما اینکه مثلا در واکنش به مثلا ساختن دهلیزهای هوایی در افغانستان، پاکستان مرزهای خود را برای افغانستان ببنده، چقدر منطقی و درست است؟ هیچ کشور نمیتونه رای دهی فایده پاکستان هم هستن. از رای پاکستان میره، ترانزیت برای پاکستان هم داده میشه. شما ببینید تجارتی افغانستان، تجارتی عنعنوی، اولین کشوری که زیاد صادرات برایشان داریم پاکستان، دوم هندوستان است، سوم باز ایران، آسیای مرکزی است. چی افغانستان صادر میکنه؟ میوه خشک، میوه تازه. به پاکستان که سرتیفیکیت نمیخواین، مرکندیشن دار موتر نداریم، به پاکستان میره. ببینین بعض وقتی که مرض کرونا آمد، کل دنیا مرزای خود بسته کرد، پاکستان هم بسته کرد، افغانستان هم بسته کرد، علی باز پاکستان چند رای را باز کرد. مثلا غلام خان باز کرد، چمن باز کرد، تورخم باز شد. این راه باز است برای تجارت میشه. اما مسئله بس ترانزیت و مسائل تجارتی نسبت به انتقال مسافرین و مسائل بسیار تفاوت داره. بله. حالا اگر منافع پاکستان در باز بودن این مرز است، چرا این را بسته کرد یک مدت بسیار زیاد که اوج قیمتی و اوج گرانی را ما در افغانستان شاهد بودیم و مردم ما متضرر شدن از این؟ این مربوط به حکومت افغانستان است که اونجا صحبت کنه. ولی حتی حج امسال بند شد. انسان، زندگی انسان مهم است. با پاکستان هم اتباع خود بسیار مهم هستند. کرونا است که از اینجا اونجا چی نکنه، سرعت نکنه، زیاد نشه، یا اونجا هستند که اینجا افغانستان به از این خاطر سرحدات خود بسته کرد. بسیار تشکر. حالا گفته میشه که
یک دروازه در امتداد خط مرزی دیورند پس از درگیری که صورت گرفته و راکت پراکنی که از سوی پاکستان در خاک افغانستان صورت گرفته ایجاد شده. بلی. اطلاعات شما چی است؟ واقعا دقیق است این مسئله؟ خب ما از مطبوعات شنیدیم این گیت که دور بابا ساخته شده این هنوز معلوم نیستن که به خاطر چی ساخته شده، باز خاطری که از اون طرف مردمی طرف میه، از این طرف اون طرف میره، به خاطری از این ساخته شده، به خاطری تجارت ساخته شده، به خاطری که بسته شوه این ساخته شده، این معلوم نیست. اگرچه در تورخم دروازه چند سال پیش ساخته شده، قطاره زده شده، بین سرحد زیاد سیمی خارده تیر شده، پیش از این تیر شده، یک چیزی نو نیست. پیش از این اما اگر فرض کنیم یک دروازه ترانزیت مثلا باشه، یک دروازه رفت آمد به طور مثال باشه، این نباید در تفاهم با حکومت افغانستان که خاکش از صورت بگیره؟ فکر میکنیم امره افغانستان تفاهم شده باشه، اما دولت افغانستان گفته که 300 نیروی تازه نفس را در اونجا مستقر کرده و اگر دولت پاکستان جلو از این دروازه را نگیره یا این نبنده درگیری را آغاز خواهد کردن. من فکر میکنم دروازه ساخته شده، ایتونیستن که در حال ساخته شدن است، دروازه ساخته شده. بله، حالا اینا میگن که باید بسته شود برای اینکه در تفاهم با حکومت افغانستان صورت نگرفته و این در تفاهم با این جناح ایجاد نشده، باید بسته شود ورنه جنگ آغاز میشه. یک چیزی است که واقع بین باید باشیم، واقع بینی است که از این طرف بعضی مردم اطفال به مکتب طرف پاکستان میره. یک قوم است، یک راس، یک لسان است، یک مذهب، یک چیز هستن، میره از اون طرف به این طرف میه، این را چه قسم میکنه؟ بعضی مردم از این طرف میشینه، اون طرف زمینایشان هستن، بعض زندگی اون طرف میکنه، زمینایشان از مومند، شینواری، باجوری این طرف هستن، این مشکل چطور میکنه؟ این باید بشینه حلش کنه. درست، اما بس است که حالا خطهای مرزی مشخص است. مثلا اگر بحث دیورند است، پاکستان حالا ادعا میکنه که یک خط رسمی و شناخته شده است. اینهایی که این طرف مرز هستند متعلق به حکومت افغانستان هستند، بر چه اساس و مطابق به کدام حقی باید اینا او بغل مرز یا به او طرف مرز برن؟ خب این خب پیشتر گفتیم که اوج خطی چیز نبود، سیمی خاردار یا کدام موانعی نبودن، یک مردم بودن، یک بیادر او طرف زندگی میکرد، یک بیادر این طرف زندگی میکنه. اگر شما پیشاور برین هیچ احساس نمیکنین که جلال آباد هستین یا پیشاور هستین. اما حالا با ساختن دروازه حقیقتاً چه مرز مشخص شده؟ مرز خب پیش از این مشخص شده. نه شما میگین که حالا روابط برادری وجود داره و رفت آمد وجود داره، میرن و میاین، پس ساختن مرز به چی مناسب؟ نه میره و میای، او خب ما پیشتر گفتیم و 10,000 یا 15,000 مردم که روزانه میره، خب ویزه میره از رای ترخم، از چمن، از دیگر آب میرن پاکستان، اوجا خانهایشان هستن، 30 میلیون مهاجر هستن، تجارت دارن، مهاجری ما هستن، اوجا به تداوی میره، اونا خب میره و میای. بس ما سر همین دروازه است که تازه ایجاد شده، سر امی دروازه به چه اساس، به اساس کدام قانون و اساس کدام حقوق واقعا ساخته شده؟ خب تعریفا فرق میکنه، حکومت افغانستان چی میگن، موقفشان چیستن؟ موقف حکومت ظاهرا مشخص است، مخالفت خود ابراز کرده و گفته که ما آماده جنگ هستیم اگر جلو از این مسئله گرفته نشه. ما فکر نمیکنیم که حکومت افغانستان اینطور یک چیزی بگه که ما آماده جنگ هستیم. تازه وزارت دفاع و مسئولینی که در شرق افغانستان هستن اعلان کردن که 300 نیروی تازه نفس را اونجا مستقر کردن. این به نظر شما اعلام موقف نیست در برابری دروازه؟ خب چیزی هستن که یک حکومت مرکزی است، یک مردم است، که یک مردم احساساتی میشه. یک مثلا گیت تورخم که ساخته می شدن، مردم بسیار احساساتی شدن، جنگ شدن، چند نفری شهید شدن، ولی حکومت خب از کدام چیزی نگرفت، موقفی نگرفت و دروازه خود ساخته شد. این مربوط به حکومت هستن، حکومت نماینده مردم افغانستان هستن که چی تصمیم داره. پس شما فکر میکنین که دروازه ای که ایجاد شد از سوی مرزبانان پاکستان هیچ مسئله نداره و حق پاکستان بوده که ایجاد کنه؟ به نظر من در دیگه دنیا فاصله بین قوما از بین میره، ما چرا فاصله را ایجاد کنیم؟ در دیگه دنیا سرحدات نیست، در اروپا چرا ما اوتور زندگی نکنیم؟ اگر شما مثلا نیروهای امنیتی افغان یک چنین کاری را بکنن، واکنش پاکستان چی خواهد بود؟ خب حکومت افغانستان باید این کار را نکنه، او طرف هم یک قوم زندگی میکنه. پس اگر حکومت افغانستان چنین کاری را نکنه، چرا پاکستان باید چنین کاری را بکنه؟ خب ما پیشتر گفتیم که این معلوم نیستن که این به خاطر چی ساخته شده. مثلا علی خب 2400 چند کیلومتر سرحد باز داریم با پاکستان و پاکستان هم بعضی وقت ادعا میکنه که تروریست ها میه از عبور میکنن از سرحد، افغانستان میه داره
ما میگیم که از اون طرف تروریست ها میگه، اونا هم میگه ای اونا چی ساخته شد، سیمی خاردار ساخته شد. ما گفتیم که در دیگه دنیا سرحدا از بین میره، ما باید چرا این طور چیز بسازیم که فاصله را ایجاد کنیم؟ فاصله را باید هیچ وقت ایجاد نکنیم. بسیار تشکر. با توجه به تنش هایی که وجود داره ما به کدام مسیر روان هستیم؟ در یک جمله اگر خلاصه کنین وقت ما پر است. که معلومات بده برشان امی حیاتی که فرستاده بکنر که پس بیان باز حکومت افغانستان موقف خود اعلان میکنن. بسیار تشکر از حضورتان جناب قاضی فیصل، سپاسگزار هستیم. البته قابل یادآوری است که در این برنامه جناب آقای سردار محمد همدرد معاون پیشین والی هلمند هم وعده کرده بودند که حضور پیدا میکنن، اما نظر به دلایل نامعلومی در برنامه حاضر نشدند. از شما بینندگان عزیز سپاسگزار هستیم که تا اکنون با ما بودید. وقت شما بخیر.